اغلب میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان. من ولی فکر میکنم که نویسنده با بجا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده بر ما دارن. یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیای اطرافمون داشته باشیم. دوم هم این که زبان قوی تری برای تعریفش بهمون میدن، مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره. پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان. برداشتی آزاد از کتاب عقل و احساس، اثری از جین آستن، قسمت 4. النور گریست، برای خودش که درگیر محبتی امکان ناپذیر شده بود. برای ادوارد بیچاره‌ای که در دوران ناپختگی خود را گرفتار کرده بود. 4 سالی که به شخصیت ادوارد شرافت و دانش افزوده بود، برای لوسی خودخواهی و بتالت و بیسوادی برمغان آورده بود. فکر آن که خودش هیچ عمل نادرستی مرتکب نشده که لایق این دل شکستگی باشد، النور را آرام کرد و می دانست به مرور زمان به آرامش خواهد رسید. اما سرنوشت ادوارد چه بود؟ النور به خوبی می دانست که صحبت با مادر و خواهرانش نمی تواند کمکی به او کند. می دانست که ادوارد را سرزنش خواهند کرد. او به تنهایی قوی تر بود. پس از آن که با موضوع کنار آمد، تصمیم گرفت از لوسی در مورد جزئیات رابطهش با ادوارد بیشتر بپرسد. شبی سرجان غایب بود. خانم های دیگر مشغول به ورق بازی بودند. ماریان قطعه را با هیجان می نواخت و برای لوسی و النور امکان مکالمه خصوصی فراهم شد. النور موضوع را پیش کشید. اعتمادتون کنجکاوی منو توجیه می کنه. مایلم بیشتر در مورد جریان نامزدیتون با آقای فررز بدونم. مطمئنم که خیلی بعد از گفتن رازتون به من خیالتون راحت شده. ممنونم که یخو شکستید. اون روز توی رفتارتون سردی احساس کردم. امیدوارم ناراحتتون نکرده باشم. به هیچ وجه. شرایط شما مایه تأسفه. حاضرید خیلی سال صبر کنید؟ برنامه‌تون چیه؟ منتظرید خانم فررز بمیرن؟ خانم فررز خیلی زن مغروریه. به محض شنیدن واقعیت همه چیو میده به رابرت. مرده که مغرور متوهم. ادوارد فقط 2000 پوند داره که مال خودشه. غیر از اون کلن به لحاظ مالی وابسته به مادرشه. من مشکلی با بی پولی ندارم، اما به خاطر خود ادوارد حاضر نیستم تصمیمی بگیریم که به ضررش باشه. و البته به خاطر خودتون، وگرنه بی غرضیتون با منطق جور در نمیاد. یه فکر جدید البته اومده توی سرم. حتما میدونید که ادوارد کلیسا رو ترجیح میده. مطمئنم شما از سر دوستیتون با ادوارد و علاقتون به من حاضرید برادرتون رو راضی کنید که سمت کشیش نورلند رو به ادوارد بده. من هر کاری از دستم بر بیاد برای نشون دادن دوستی و احترامم به آقای فررز انجام میدم. اما دخالت من توی این مورد لازم نیست، چون ادوارد برادر فنیه. کاش همه چی رو تموم میکردم. انقدر به قضاوت شما اعتماد دارم که اگه به هم بگید بهتره تمومش کنم، همین حالا این کار رو میکنم. در این مورد حرفی نمیتونم بزنم، چون شما نهایتاً کاری رو انجام میدید که مطابق میلتونه. النور از عدم صداقت لوسی خجالت کشید. متوجه شد که هیچ گونه محبت خالصانه‌ای در این رابطه چه از طرف ادوارد و چه از سمت لوسی وجود ندارد. پس از آن گفتگو، هر نامه‌ای که از ادوارد می رسید، لوسی به النور خبر می داد. لوسی خود را پیروز می دید و النور نمی خواست به این احساس او بالو پر دهد. بنابراین، هر گفتگویی را به سرعت خاتمه می داد. خانم جنینگز بخشی از زمان خود را در خانهش در لندن سپری می کرد و یک روز از النور و ماریان دعوت کرد تا او را همراهی کند. ماریان، النور، I have a mind to spend a month or two in London and I would be خوشحالی ماریان زاید الوصف بود. ماما، I should prefer to stay in Devonshire, mama. با آنکه النور مایل نبود برود، از ابای بی‌نزاکتی‌های احتمالی ماریان با خانم جنینگز ناچار شد بپذیرد. To town you shall go. بدین ترتیب در کالسکه خانم جنینگز
به سمت لندن حرکت کردند. ماریان یک کلمه هم با خانم جنینگز در تمام مسیر صحبت نکرد. الینور مسئولیت همصحبتی با خانم جنینگز را به عهده گرفت. پس از 3 روز به لندن رسیدند و اتاقی در اختیار الینور و ماریان قرار گرفت. یک نقاشی به دیوار اتاق آویخته شده بود که تنها نشان افتخار شارلوت از گذراندن 7 سال در بهترین مدرسه لندن را نمایش می‌داد. شارلوت پالمر دختر کوچکتر خانم جنینگز بود. ماریان یادداشتی خطاب به ویلوبی نوشت و تمام عصر منتظر آمدنش بود. You might as well come away from the window, my dear. He won't come any sooner. کسی در زد. It just wouldn't be unnoticed. ماریان سر از پا نمی شناخت. به طرف در رفت و کلونل براندن وارد شد. Colonel Brandon, ma'am. همان لحظه ماریان شوک زده از اتاق بیرون رفت. Oh, excuse me. Is your sister ill, Miss Dashwood? کلونل برای سلامتی ماریان ابراز نگرانی کرد. میخواست موضوعی را به طور خصوصی با میس داشوود در میان بگذارد. برای مدتی ساکت نشست. ناگهان با سراسیمگی پرسید: میس داشوود، tell me. I think I know the truth. کی میتونم بهتون تبریک بگم؟ منظورتون چیه؟ نامزدی خواهرتون با آقای ویلوبی. خیلی ها در موردش صحبت میکنن. خانواده خود ماریان که چیزی نمیدونن. از کی شنیدید؟ خیلیا. بعضیشون رو نمیشناسید. بعضیشون هم دوستانتون هستن. مثل خانواده میدلتون. چون ذهنم نمیخواست قبول کنه، حرفاشون رو باور نکردم. اما به طور اتفاقی دست خدمتکار نامه‌ای که خواهرتون برای ویلوبی نوشته بود رو دیدم. همه چی بالاخره قطعی شده؟ غیر ممکنه که من... واقعیتش از رابطه عاطفی بینشون مطمئنم. اگر مکاتبه میکنن تعجب نمیکنم. That being the case. برای خواهرتون آرزوی خوشبختی میکنم. To your sister I wish all imaginable happiness. و برای ویلوبی. And to Willoughby. That he may endeavor to deserve her. امیدوارم تلاش کنه که لیاقتش رو داشته باشه. Good night. الینور از این ابراز احساسات کلونل بسیار متاثر شد. اما همهشان مایل به این وصلت بودند. او نمیخواست کلونل امید واهی داشته باشد. چند روز بعد، پس از بازگشت از تفریح صبحگاهی، یادداشتی از بیلوبی را دیدند که نشان میداد در نبودشان به منزل سر زده است. میدلتون ها به شهر آمدند و مهمانی گرفتند و در این محیط داشوود ها با شارلوت و آقای پالمر آشنا شدند. شارلوت پالمر، توپل، کوتاه قد، خوش صورت و برعکس لیدی میدلتون بسیار خوش اخلاق بود. تمام تلاش آقای پالمر آن بود که راضی و با نزاکت نباشد و از هیچ فرصتی برای بی‌توجهی به همسرش و توهین به مادر خانومش نگذرد. شارلوت و خانم جنینگز هم به تمامی این بی‌احترامی‌ها فقط می‌خندیدند. الینور از سبکسری خانم پالمر در حیرت بود و از اینکه چرا آقای پالمر سعی می‌کرد بی‌ادب‌تر از آنچه واقعاً بود به نظر برسد. آقای پالمر بد خوب بود، زیرا مانند تعداد زیادی از همجنس‌هایش فهمیده بود که گرایش به خوشگلی باعث شده شوهر یک زن بسیار احمق باشد. به همین دلیل تلاش می‌کرد با تحقیر دیگران برتریش را نسبت به آنان نشان دهد. الینور می‌دانست که این اشتباه در بین مردان عاقل متداول است. همچنین دریافت که تغییر مکان در طبیعت افراد تأثیر چندانی ندارد. سرجان طبق معمول 20 جوان را برای رقص دور خودش جمع کرد. این که شوهر لیدی میدلتون در برگزاری یک مهمانی بین روستا و لندنی که در آن بسیار آبروی آدم در خطر است تمایزی قائل نمی شد، مورد تایید او نبود. خانم جنینگز به داشوودها گفت که ویلوبی هم به مهمانی دعوت شده بوده و می دانسته که ماریان هم حضور خواهد داشت. اطلاع از این موضوع روزهای بعد ماریان را پرتلاطم کرد. الینور در نامه‌ای به مادرش وقایع را شرح داد و از او خواست که جزئیات رابطه را جویا شود، چرا که وضعیت سلامتی ماریان نگران کننده بود. شبی دوشیزه داشوودها به همراهی لیدی میدلتون به یک مهمانی رفتند. سالن شلوغ و گرم بود. نشستند. ویلوبی همانجا بود، مشغول گفتگو با یک خانم شیک پوش. ماریان و الینور را دید اما به صحبتش ادامه داد. الینور به ماریان نگریست. چهره ماریان روشن شد.
ویلوبی را با لحنی پر عاطفه صدا زد و دستش را به سمت او دراز کرد. ویلوبی! ویلوبی ناچاراً به سوی آنها آمد. از نگریستن به چشمهای ماریان اجتناب کرد. رو کرد به الینور. Miss Dashwood, your mother is well, I trust. احوال خانم داشوود را جویا شد. پرسید چه مدت در شهر بودند. سردی لحن ویلوبی زبان الینور را بند آورد. صورت ماریان قرمز شد. How long have you been in town? Good God, Willoughby, what is the meaning of this? خدای من، ویلوبی، چه شده؟ نامه هامو نگرفتی؟ با هم دست نمیدی؟ ویلوبی مجبور شد دست بدهد، اما به سرعت دست ماریان را رها کرد. انگار لمس کردن او برایش دردناک بود. به خونه خانم جنینگز سر زدم، اما افتخار ملاقات شما رو نداشتم. امیدوارم یاد داشتم گم نشده باشه. مشکلی برات پیش اومده؟ معنی این کار چیه ویلوبی؟ تو رو خدا به هم بگو چی شده؟ ویلوبی جوابی نداد و حالت صورتش تغییر کرد. به خانمی که پیش از این با او صحبت میکرد نگاه کرد و دید که آنها را زیر نظر دارد. خبر رسیدتون رو دریافت کردم. ممنون از محبتتون. با عجله رفت. به خانم همراهش پیوست و سپس جمع را ترک کردند. به نظرتون دیدگاه الینور در مورد رابطه ادوارد و لوسی واقع‌گرایانه است یا فقط داره خودشو راضی میکنه؟ در مورد پالمرها و میدلتونها چی فکر میکنید؟